فقط خبرها. ما میخواییم فعالیت اقتصادی رو هم در حدی که امکان پذیره انجام بدیم، همزمان مبارزه با کرونا رو هم انجام بدیم. موج دوم چالش کرونا در ایران از هفته آینده. روحانی میگوید مبارزه سخت‌تر می‌شود ولی چرخ اقتصاد هم باید بچرخد. خروج ووهان، خاستگاه کرونا، از قرنطینه. در کانون‌های اروپایی بحران شرایط اضطراری ادامه دارد. ثبت 21 مورد جدید ابتلا به کرونا در افغانستان. در هرات از دیروز هیچ آزمایشی صورت نگرفته. و بزرگترین ماه در 70 سال اخیر در اروپا دیده شد. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، میگوید کشور موج اول مبارزه با کرونا رو پشت سر گذاشته، اما موج دوم از اول هفته بعد شروع میشه، زمانی که اکثر کسب و کارها دوباره فعال میشن. وزارت بهداشت هشدار داده اگر بی احتیاطی بشه کرونا دوباره خیز برمی‌داره. این وزارتخانه گفته از دیروز نزدیک به 2000 مورد جدید ابتلا به این ویروس شناسایی شده و بیشتر از 120 نفر جانشون را از دست دادن. آنایتا شمس گزارش میده. یوم میلاد با سعادت. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، صبح امروز در جلسه هیئت دولت، جایی که فاصله گذاری بین صندلی‌ها رعایت نشده بود به جز اطراف صندلی رئیس جمهوری. این رو نوشته‌ایم. آقای روحانی گفت باید سلامت مردم و مبارزه با کرونا و فعالیت‌های اقتصادی را تلفیق کرد و از هفته آینده کسب و کارهای کم خطر باید کار خود را شروع کنند. این در حالی است که وزیر بهداشت همچنان تاکید دارد اگر مردم رعایت نکنند هفته آینده شاهد خیز مجدد کرونا خواهیم بود. من در این چند روز که تقریبا با همه استان‌ها صحبت کردم با ویدیو کنفرانس و در بسیاری از استان‌ها از این کارگاه پرسیدم که شما در طول کارتون که در ماه اسفند فروردین از همیشه فعالتر بودید، آیا کسی از افراد شما هم دچار این ویروس شده؟ من در مواردی که با اینا صحبت کردم هیچ موردی نبوده، فقط یه مورد بود که گفتن یکی دو نفر از افراد ما مبتلا شدن و دو مرتبه دورشون گذراندن و به کار برگشتن. اکثریت قاطع اونها میگفتن ما مشکلی نداشتیم در این زمینه. امروز 21:99 ساعت 7:29 دقیقه صبحه و اینجا هم که مشاهده میکنید ترافیک محور جنوب به شمال اتوبان امام علیه و ترافیک سنگین رو مشاهده میکنید. ویدیوهایی که از تهران میرسند نشان از شلوغی خیابان‌ها و ترافیک دارند. ترافیک سنگین. اصولاً رفتار این ویروس. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در صحن علنی شورای شهر تهران، از بی‌توجهی مردم به توصیه‌های بهداشتی و تردد پرشمار در سطح شهر انتقاد کرده و گفته تبعات این ترددها هفته آینده مشخص می‌شود. او از افزایش 25% تا 30% مراجعان مبتلا به کرونا به بیمارستان‌های تهران خبر داده و از فرسایش کادر درمانی ابراز نگرانی کرده. ما امروز به آقای روحانی اما امروز گفت ایران در مرحله کنترل این ویروس است. ما امروز اضطراب اونچنانی نداریم. همه بخش‌های پزشکی ما آمادن. الحمدلله به هر بیمارستانی ما زنگ می‌زنیم سوال می‌کنیم هم تخت خالی داره هم آی سی یو خالی داره. این مهمه. ممکنه تخت خالی باشه، آی سی یو ها پر باشه، اونجا ما مشکل داریم. هر دو خالی داره. کیت های جدیدی در اختیار قرار گرفته. او از تولید کیت های جدیدی خبر داد که می تواند از روی پادزهر در بدن تشخیص دهد آیا شخص کرونا گرفته و بدون علامت پشت سر گذاشته یا نه.
وزارت دفاع ایران میگوید متخصصان این سازمان کیت‌هایی با نام کیت‌های نسل سوم تولید کردند که آماده تحویل به مراکز درمانی است. حدود دو هفته گذشته این کیت‌ها در قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا در نیروهای مسلح رونمایی شد. ظرفیت تولید روزانه 30,000 کیت رو ما داریم. درخواستایی برای صادرات آمده که انشالله این کیت‌ها به امید خدا صادر هم خواهند شد، ولی در کل ما این آمادگی رو داریم برای تمامی مراکز آزمایشگاهی کشوری و لشکری انشالله این کیت‌ها رو در اختیار بذاریم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان از نارسایی و کمبود در این استان میگوید. آمار ما را بگیر خدا وکیلی، ما نون نداریم بخوریم بابا، نمیتونیم آب میوه پرتقال براشون بگیریم، نمیتونیم به این بیمارا غذا بدیم. آخه این دیکتور چجوریه؟ نمیدونم ما چیکار باید بکنیم. حسن روحانی درباره گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول گفت ایران عضو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است و در 50 سال گذشته درخواستی از این صندوق نداشته، اما در شرایط سخت آنها باید به وظایف خود عمل کنند و بین کشورها تبعیض قائل نشوند. و من در همین جا قبل آقای روحانی میگوید راحت ترین کار برای دولت این است که به همه بگوید از خانه خارج نشوند، اما بعض کارگران روزمزد و آنهایی که کسب و کارشان تعطیل شده چه می شود؟ ولی از طرف دیگر بسیاری از مردم انتظار دارند دولت راه حلی ارائه کند که هم تضمین کننده سلامت آنها باشد و هم اقتصادشان را تضمین کند. آنایتا شمس، بی بی سی. از دکتر سعید موسوی پزشک عمومی در بریتانیا در مورد وضعیت مبارزه با کرونا در این کشور در مقایسه با ایران پرسیدم. در حال حاضر همونجور که میدونید این یه مشکلی که تمام دنیا باش درگیره، نه تنها ایران یا انگلستان، و این نیاز ما داریم که بتونیم هم مردم هم دولت دست به دست هم بدن تا بتونیم این ویروس ها به قول ما رو شکست بدیم یا برطرف کنیم مشکل ها. این تنها وظیفه دولت نیست، این تنها وظیفه مردم نیست، این یک وظیفه‌ای که هر دو باید به خوبی انجام بدن. اگر هر کدوم از ماها، مردم و دولت، نتونیم وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم، مطمئناً تلفات بسیار بسیار زیادی خواهیم داشت. در انگلستان ما خوشبختانه این فاصله گذاری اجتماعی از دو هفته پیش انجام شد و امیدوارم که بتونیم به یک جواب خوبی برسیم. تجربه نشون داده در کشورهایی که فاصله گذاری اجتماعی شدیدتر رعایت کردن یا قرنطینه انجام دادن مثل ایتالیا یا اسپانیا، یواش یواش داره میبینیم که این اثر کرده و آمار تلفات و فوت شدگان و آمار بیماران جدید کمتر شده خوشبختانه. ما خصوص در ایتالیا و اسپانیا، در ایتالیا ما یک کاهش 50% رو داریم خوشبختانه، و در اسپانیا تا الان یک کاهش حدود 30% رو داشتیم. معمولا تعداد مرگ و میر 7-8 روز بعد از تعداد بیماران جدید کاهش پیدا میکنه که البته طبیعی هم هست. ما امید داریم که این اتفاق در اینجا بیفته. البته تا اونجا که من اطلاع دارم، یکی از مریض هم امروز به من زنگ زد، گفت من یه مسیجی گرفتم از NHS که از سیستم بهداری انگلستان که حتی دم درم نرم، فقط بمونم توی خونه. البته اون بیمار پیره و باعث هم بمونه تو خونه. اینجا به بیماران بالای 70 سال و اونایی که بیماران زمینه‌ای دارن گفتن که برای 12 هفته بمونن تو خونه، به هیچ وجه تماس نداشته باشن. فکر میکنید از نظر شما اگر در کشوری مثل ایران الان شرایط فاصله گذاری اجتماعی درست رعایت نشه و قرنطینه هم به درستی انجام نشه، چقدر طول خواهد کشید که بیمارستان ها عملاً کار از دستشون خارج بشه؟ معمولا اگر فاصله گذاری اجتماعی انجام نشه به درستی، که متاسفانه به نظر میرسه که داره این اتفاق میفته، در ظرف 1-2 هفته آینده تعداد بیماران که در جامعه هست بالا میره و به تبع اون تعداد فوت شدگان، و هیچ سیستم درمانی در کل دنیا نمیتونه با این کوب کنه، با این کنار بیاد. اینقدر تعداد بیماران بیشتر زیاد میشه که در واقع سیستم فلج میشه، و این فاصله گذاری اجتماعی نقش بسیار مهمی رو انجام میده. در واقع مهم اینه که ما تماس نداشته باشیم با دیگران. مهم نیست که دیگران علامت داشته باشن یا نه،
25% از بیماران هیچ علامتی ندارن. خب کی میدونه که وقتی شما میرید به یه دونه میوه فروشی میوه بخری، نفر بغل دستید که علامت هم نداره ناقل بیماری باشه یا نه، حامل بیماری باشه یا نه. و این ما اطلاعاتمون راجع به این بیماری اطلاعات زیادی نیست. ما بایستی به داشته هامون بها بدیم و به تجربیات کشورهای دیگه که این کار رو کردن و نتیجه هم گرفتن. اگر نتیجه نگرفته بودن البته این حرف دیگه. دکتر سعید موسوی بود. اما شهر ووهان خاستگاه ویروس کرونا از قرنطینه بیرون اومده. این شهر که نخستین موارد ابتلا به کرونا در اون گزارش شده بود، به مدت 11 هفته تحت مقررات سختگیرانه منع رفت آمد و انزوای کامل بود. حالا دولت با اعلام رفع خطر و کنترل کرونا در این شهر، شرایط رو از امروز عادی اعلام کرده. این در حالیه که بسیاری از نقاط دیگه جهان با بحران دست و پنجه نرم می‌کنن. مهداد فرهمند گزارش می‌دهد. زنگ ساعت که در ووهان نیمه شب را اعلام کرد، پایان 11 هفته قرنطینه در این شهر با نورافشانی گرامی داشته شد. دروازه های شهر باز شدند. فرودگاه ها دوباره پر از مسافر شد. قطارها سرشار از سرنشین. کارگران سر کارشان رفتند. چرخ اقتصاد چرخیدن گرفت. در یک کلام، زندگی عادی به شهر بازگشت. مردم ووهان چه بسا طولانی ترین قرنطینه ای را تجربه کردند که بشر در حافظه اش ثبت کرده. تجربه ووهان پرتو امیدی است برای دیگر شهرهای بحران زده جهان. نوید بخش این که قرنطینه شاید آنقدری هم که فکر می کردند طولانی نشود. گردانندگان کشور چین اگرچه آماج انتقاد و متهم به لاپوشانی اند، اما پیروزمندانه به انتقادها پاسخ می گویند. در رسانه‌هایشان نداهای دریافت خسارت و غرامت از چین را یاوه های نجات پرستان قلمداد می کنند. تنها رسانه‌های چین نیستند. اینجا در لندن هم برخی روزنامه‌ها نوشتند که باید به جای چین برخی مسئولان راستگرا را به محاکمه کشید که قرنطینه را جدی نمی گرفتند و دیر آغاز کردند. این انتقاد به نخست وزیر هم وارد می شود که اکنون در این بیمارستان در بخش مراقبت های ویژه است. بخش بیماران بسیار بدحال مبتلا به کرونا. پایتخت کشور نیز همچنان در قرنطینه و سوت و کور. شهردار لندن می گوید خیلی امیدوار نباشید که این وضعیت به زودی پایان یابد، چون هنوز اقلن 10 روزی به نقطه اوج کرونا در کشور مانده. در این میان پیامدهای اقتصادی کرونا هم رخ می نماید. تسکو، بزرگترین زنجیره فروشگاه‌های بریتانیا، از ضرر نزدیک به 1 میلیارد پوند خبر داده که تنها در صورتی قابل جبران است که وضعیت بحرانی تا اواسط تابستان پایان یابد و در بقیه سال تقاضا افزایش یابد. در فرانسه هم اعلام کردند که اقتصاد کشور در این هفته‌های قرنطینه 6% کوچک شده. آمار مرگ و میر بر اثر کرونا در فرانسه از 10,000 نفر گذشته. مرتضی فرهمند، BBC. اینجا بریتانیا، اگه شما هم نگران به هر حال وضعیت بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هستید که این سومین روز هست که در بخش مراقبت‌های ویژه میگذرونه بعد از اینکه نشان داد علائمی از داشتن ویروس کرونا، حالا پزشکان میگن که او به درمانی که داره روش انجام میشه پاسخ داده و در وضعیت بهتری هست. اما امشب رو هم قراره که در بخش مراقبت‌های ویژه بوریس جانسون بمونه. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای روز. رئیس جمهوری ایران میگوید از شنبه در کنار مبارزه با کرونا فعالیت اقتصادی از سر گرفته میشود. شهر ووهان چین خاستگاه ویروس کرونا بعد از 11 هفته کاملا از قرنطینه خارج شد، اما شرایط اضطراری در کانون‌های اروپایی بحران ادامه دارد. در ادامه این برنامه، زیر سایه کرونا بزرگترین قرص ماه در 70 سال اخیر از خودش رونمایی کرد.
آمریکا شاهد بیشترین قربانیان کرونا در یک روز بوده. دیروز بیش از 1800 نفر جان خودشون را از دست دادند. این کشور با بیش از 400 هزار مورد ابتلا بیشترین شمار مبتلایان ثبت شده در جهان رو داره. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا سازمان بهداشت جهانی رو به جانبداری از چین متهم و تهدید کرده که ممکنه کمک مالی به اون رو قطع کنه. دونالد ترامپ از این نهاد انتقاد کرده که اوایل شیوع کرونا با تصمیم او برای بستن مرزهای آمریکا به روی چینی‌ها مخالفت کرده بود. برای آخرین اخبار بهمن کرباسی همکارمون با ما هست از نیویورک. بهمن، تعداد بسیار زیادی است عددی که در مورد جانباختگان در نیویورک اعلام شده. دیروز می‌دیدم که فرمانده نیویورک وقتی صحبت می‌کرد خیلی احساسی بود نسبت به اون چه که داشت میگفت. کمی به اون بگو چه گذشت. واقعیت این است که بالاترین آمار تعداد مرگومی در یک روز 1300 نفر بود. تا هفته آینده این یک باره رسید به 1800 نفر در سراسر کشور و به طب بیشترین اونها هم اینجا در نیویورک. از یک سو یک کورسوی امیدی وجود داره در صحبت‌های فرماندار نیویورک، به این دلیل که تعداد مبتلایان و تعداد کسانی که بستری شدن در بیمارستان رشد تصاعدیش کاهش پیدا کرده. شاید این نشانی از این باشه که فاصله‌گیری اجتماعی و تعطیلی عمده شهر در چند هفته گذشته، شهر نیویورک و ایالت نیویورک، یه مقداری بالاخره داره نتایجش رو نشون میده. ولی همزمان همچنان کسانی که قبل از این فاصله‌گیری اجتماعی بیمار شده بودن و به بیمارستان رفتن، تعداد قابل توجهشون دارن جان خودشون رو دست میدن. و به خصوص این نگرانی در سطح ملی وجود داره که حتی اگر نیویورک بالاخره بعد از چند هفته تعطیلی یه مقداری کاهش پیدا بکنه تعداد مبتلایان، اما در نقاط دیگر کشور باز شاهد افزایش تصاعدی باشیم. به همین جهت فاصله داریم حتی با اون نقطه که بگوییم به اوج رسیده ایم و داریم کاهش پیدا میکنیم، یا اینکه دست کم روش تصاعدی کاهش پیدا کرده. در خصوص میدونیم که در ایالت‌های دیگه مثل ایلینویز و میشیگان هم شرایط بحرانی تر داره میشه نسبت به روزهای قبل. همزمان صحبت‌های آقای ترامپ رو داریم، خطاب به سازمان بهداشت جهانی، و عملاً اون میگه که من می‌خواستم مرزها رو با چین، یعنی ورود چینی‌ها رو جلوشون رو بگیرم، ولی سازمان بهداشت جهانی نگذاشته. آیا چنین چیزی صحت داره؟ او واقعاً چنین تصمیمی گرفته بود و سازمان بهداشت جهانی واکنشی داشت؟ اون چیزی که صحت داره این است که آقای ترامپ در روزهای گذشته هرچه که وضع بدتر شده سعی کرده تقصیر وضع بد آمریکا رو به گردن دیگران بندازه. یک مدتی با فرمانداران، به خصوص فرمانداران ایالت‌های دموکرات درگیر بود، میگفت شما باید خودتون پیش بینی می‌کردید وضعیت رو. بعد حالا سازمان بهداشت جهانی و حتی دولت سابق اوباما که اونها مقدمات فراهم نکرده بودن برای چنین روزی. به نظر میاد سازمان بهداشت جهانی در مجموع مورد انتقاد هست، به خصوص از سوی جمهوری خواهان اینجا که طرف چین رو میگیره در این مسائل، ولی مشخص نیست که چگونه عملکرد اونا توجیه میکنه اون چی که منتقدین آقای ترامپ میگن عدم پاسخ به موقع او به این بحران بوده. ولی به هر حال فعلا هدف آقای ترامپ سازمان بهداشت جهانی است. ممکن است این هدف در هفته آینده تغییر کنه و دیگرانی رو او مقصر بدونه، ولی فعلا میگوید که قصد داره نگاه بکنه، بررسی بکنه که آیا بودجه‌ای که به اونها داده میشه رو بدن یا نه. البته در همون کنفرانس خبری دیروز اول گفت قطع کردیم و متوقف کردیم پرداخت، و بعد 5 دقیقه بعدش گفت نه، داریم بررسی میکنیم که پرداخت رو متوقف کنیم. در اینجای یه مقدار سردرگمی وجود داره که نهایتاً موضع دولت آمریکا چیست. ممنونم بهمن کرباسی، همکارم از نیویورک. وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرده 21 مورد جدید ابتلا به کرونا در افغانستان ثبت شده و تعداد کل مبتلایان به 444 نفر رسیده. این وزارت تایید کرده در 24 ساعت گذشته 11 نفر بهبود پیدا کردند و به خونه برگشتند. اما مقام های بهداشتی در هرات از کمبود تجهیزات خبر دادند. در این شهر که منبع شیوع کرونا در افغانستان بوده، از دیروز هیچ آزمایشی صورت نگرفته. همکار محمد قاضی‌زاده از هرات که کانون شیوع ویروس کرونا در افغانستان هست با ما هست. محمد از روی خط تلفن. محمد، کمی به ما بگو که دلایلی که گفته شده برای اینکه هیچ آزمایشی در هرات انجام نمیگیره چی هست؟ آیا دولت مرکزی امکان دادن این امکانات رو نداره به هرات؟ سلام به شما. در هرات مسئولان محلی گفتن که کیت تشخیص نمونه ها
یا واقعیات مشکوک وجود داره، اما یکی دو نوع از تجهیزاتی که لازمه به کار بردن این کیت‌ها هست وجود نداره. به همین دلیل در 24 ساعت گذشته هیچ نمونه مشکوک در هرات آزمایش نشده و نتیجه مثبت یا منفی هم اعلام نشد. این متوقف شدن فعالیت یگانه مرکز تشخیص موارد مشکوک کرونا در غرب افغانستان، اینجا مخصوصا هرات که کانون کرونا در افغانستان خوانده میشه، نگرانی های هم برانگیخته و انتقاد های هم برانگیخته. وزارت صحت افغانستان گفته که این محموله ها را ارسال کرده، اما همین چند دقیقه پیش مسئولان محلی در هرات گفتند که هنوز نرسیده و این امیدواری وجود داره که تا فردا صبح این محموله های کمکی به هرات برسه و کار آزمایش نمونه های مشکوک در هرات دوباره از سر گرفته شد. و خیلی کوتاه اگر بتونی بهمون بگی محمد، وضعیت هرات چگونه است؟ مردم آیا رعایت میکنند؟ در این مورد نگرانی های وجود داره، هم دیده میشه هم مقام های محلی گفتند که عده از افراد متمول از این فرصت برای تفریح استفاده میکنند بیرون میشن، ولی عده هم از افراد فقیر مجبورن برای کار بیرون شوند. وضعیت ایدئال نیست و انتظار دارن مسئولان محلی که برنامه های تبلیغاتی بیشتر شود تا مردم بیشتر در خانه های خود بمانند. چیزی که بدون ارسال محموله های یا بسته های غذایی به خانواده های فقیر دشوار به نظر می رسد. ممنونم محمد قاضی‌زاده از هرات. ما خیلی از ماها این روزا نمیتونیم زیاد از خونه بیرون بریم، ولی شاید بعضیامون تونسته باشن یا بعضی‌ها تونسته باشن دیروز ماها از پنجره‌هاشون ببینن. قرص ماه اوایل بهار که به ماه صورتی معروفه، اما برخلاف اسمش رنگش تغییری نمیکنه، فقط بزرگتر و نورانی‌تره. دلیلش هم اینه که این وقت سال در ماه در نزدیکترین نقطه به زمین قرار میگیره. گزارش ببینیم و برگردان گزارش ببینیم از مد گراولینگ. Out of the darkness. از تاریکی نور پدید آمد، ابرماهی بزرگتر و نورانی تر از همیشه. این پدیده وقتی رخ می دهد که ماه در نزدیکترین نقطه به زمین قرار می گیرد. قرص ماهی که در این وقت سال دیده می شه ماه صورتی نام گرفته. شاید فکر کنید رنگش که اصلا صورتی نیست. درسته، چون این اسم از گل‌هایی که در بهار در کانادا و آمریکا جوونه می‌زنن الهام گرفته شده. بعضی از کشورها بهش ماه جوونه‌های سبز میگن. بعضی ماه تخم مرغی و حتی ماه ماهی. مردم سراسر دنیا مخصوصاً از ابر ماه امسال خیلی لذت بردن. از آلمان تا یونان، از مسکو تا خاورمیانه انتظار می‌رفت ماه امسال بزرگترین و نورانی‌ترین ماه در 70 سال اخیر باشد. اگر از زاویه بزرگتری به شرایط نگاه کنیم، وضعیت شیوع بیماری در چین رو به بهتر شدنه. این ماه شاید نشانه یه اتفاق خوب باشه. خیلی کم پیش میاد که آسمون پکن ماه به این گردی داشته باشه. من اولین بارمه که همچین چیزی می‌بینم. دیشب ماه از هر وقت دیگری در سال به زمین نزدیکتر شد. در مقابل کوچکترین ماه سال در شب هالووین یعنی اوایل آبان ماه دیده می شود. مک گراولینگ، بی بی سی نیوز. چند خبر کوتاه. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل شنبت یک مرد اسرائیلی رو به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده. این سازمان بدون اعلام هویت متهم گفته او از عوامل ایران در خارج دستور می‌گرفته و از اونها پول و ابزارهای رمزگذاری دریافت می‌کرده. گفته شده که مأموریت او جمع‌آوری اطلاعات از مراکز استراتژیک اسرائیل و ایجاد اختلاف در جامعه اسرائیل بوده. در اطلاعیه شنبت آمده که او ماه گذشته بازداشت و دیروز در دادگاه تفهیم اتهام شد. و به دنبال شیوع کرونا در ایتالیا، دولت بنادر این کشور رو به روی قایق‌های حامل مهاجران بست. این اقدام بعد از آن اعلام شد که یک کشتی غیر دولتی آلمانی حدود 150 مهاجر رو در سواحل لیبی سوار کرد و راهی ایتالیا شد. دولت ایتالیا گفته نمیتونه ایمنی بندرهای این کشور رو در دوران قرنطینه و حالت اضطراری تضمین کنه. وضعیت اضطراری سراسری در ایتالیا قرار حدود 4 ماه دیگه تمام بشه، اما احتمال تمدید اون وجود داره.
اما همونطور که در گزارش‌های پیشتر دیدید، شهر ووهان قرنطینه به پایان رسیده در این شهر و زندگی هم به حالت عادی برگشته. مردم ووهان حالا باید ببینیم که چطور روزهای قرنطینه رو پشت سر گذاشتن و همینطور چه توصیه‌هایی برای کسایی دارن که این روزها در شرایط مشابهی هستن. بخش چینی بی بی سی با چند نفر از ساکنان ووهان صحبت کردیم. امیدوارم مردم از تجربه ووهان یاد بگیرن تا اشتباهات کمتر بشه و ایده‌ای کمتری جان خودشون رو از دست بدن. ووهان از قرنطینه خارج شده. این شهر 11 میلیونی تقریباً 3 ماه تعطیل شد. چند ماه گذشته دوره مهمی تو زندگی ما بود. خاطره‌های ترسناک اما ارزشمندی برامون به جا موند. دکترها و پرستارا در شبکه‌های اجتماعی برای تجهیزات پزشکی التماس می‌کردند. بیمارها می‌گفتند توی بیمارستان‌ها تخت خالی نیست و خدمات درمانی نگرفتن. کم کم امکانات بیشتری رسید و تیم‌های پزشکی از سراسر چین اومدن. شمار کسانی که مبتلا می‌شدن هم کم کم پایین اومد. اما چه لحظه‌هایی به یاد ماندنی‌تر بودن؟ از راه گروهی که با همسایه‌ها داریم آرد و گوشت پیدا کردیم و تصمیم گرفتیم کوفته درست کنیم. بابام 30 سال بود که کوفته درست نکرده بود. آخرین باری که درست کرد من مهد کودک می‌رفتم. دوست پسرم خیلی کمک کرد که بتونیم روز ولنتاین رو جشن بگیریم و البته روز تولدم که اونم تو روزه شیوع بیماری بود. داشتم می‌رفتم بیرون، سر راهم یه کیکم برای تو خریدم. برام هم کیک خرید هم گل. توی صف سوپرمارکت ایستاد که استیک بخره و تازه آشپزی هم کرد. چه درس‌هایی میتوان برای گذراندن این دوران گرفت؟ به خانوادتون زیاد تلفن بزنین، مخصوصا اگر در مرکز شیوع بیماری زندگی نمی‌کنن، چون نگرانتون میشن و باید خیالشون رو راحت کنین که حالتون خوبه. ارتباطتون رو با شریک زندگیتون قوی تر کنین. خیلی کم پیش میاد که زوجها چند ماه 24 ساعته با هم باشن. عیباشون بیشتر معلوم میشه. با هم دعوا یا قهر نکنین. یه چیز دیگه، اگه از خونه کار می‌کنین، باید زندگی و کارتون رو از هم جدا کنین، وگرنه روانتون رو به هم می‌ریزه. کارایی رو بکنین که قبلا وقتشو نداشتین. کتاب بخونین، تلویزیون نگاه کنید، بازی های کامپیوتری هم هست. طبیعیه که احساس اضطراب و افسردگی داشته باشین. هدف از قرنطینه گرفتن آزادی هاتون نیست. یه راه علمیه برای مقابله با بیماری های واگیر تا بتونین آزادی هاتون رو هرچه زودتر دوباره به دست بیارین. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری و ممنون که بیننده بی‌بی‌سی فارسی هستید.